حکایت هندو که با یار خود جنگ می کرد بر کاری و خبر نداشت که او هم بدان مبتلاست. چار هندو در یکی مسجد شدند، بهر طاعت راکع و ساجد شدند. هر یکی بر نیتی تکبیر کرد، در نماز آمد به مسکینی و درد. مؤذن آمد از یکی لفظی بجست، کی مؤذن بام کردی وقت هست؟ گفت آن هندوی دیگر از نیاز، هی سخن گفتی و باطل شد نماز. آن سوم گفت آن دوم را، ای عمو، چه زنی تنه برو، خود را بگو. آن چهارم گفت حمدالله که من در نیفتادم به چه چون آم ستن. پس نماز هر چهاران شد تباه، عیب گویان بیشتر گم کرده راه. ای خنک جانی که عیب خیش دید، هر که عیبی گفت آن بر خود خرید. زان که نیم او ز عیبستان بوده است، وان دگر نیمش ز غیبستان بوده است. چون که بر سر مر تو را ده ریش هست، مرحمت بر خیش باید کار بست. عیب کردن ریش را داروی اوست، چون شکست گشت جای ارحموست. گر همان عیبت نبود ایمن مباش، بو که آن عیب از تو گردد نیز فاش. لا تخافو از خدا نشنیده ای، پس چه خود را ایمن و خوش دیده ای؟ سالها ابلیس نیکونام زیست، گشت رسوا بین که او را نام چیست. در جهان معروف بود اولیای او، در جهان معروف بود اولیای او. گشت معروفی به عکس، ای وای او. تامنه ای ایمن تو معروفی مجو، رو بشو از خوف پس بن مای رو. تا نروید ریش تو ای خوب من، بر دگر سابد زنخ طعنه مزن. این نگر که مبتلا شد جان او، در چهی افتاد تا شد پند تو. تو نیفتادی که باشی پند او، زهر او نوشی تو خور قند او.